نام یاد خدای مهربان. بینندگان گرامی، شما را خوش آمدید میگیم به تماشای برنامه سیاسی اجتماعی بزنگاه از شبکه تلویزیونی چکات. موضوع برنامه امشب ما بررسی اعتصاب سراسری معلمین در ولایت هرات که با دو مهمان گرامی پی میگیریم، جناب محمد صابر مشعل نماینده جریان اعتصابی و همچنان آقای غلام فاروق راسه فعال جامعه مدنی. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. و با نخستین سوال از جناب مشعل شروع میکنیم، دلیل و یا دلایل اصلی این اعتصاب چی بوده میتونه؟ خب تشکر از شما. خب اول یک معرفی داشته باشون، محمد صابر مشعل هستم، معلم لیسه شهید سیف‌الله افضلی و همچنین نماینده منتخب معلمین هرات و هماهنگ کننده حرکت دادخواهان معلمین هرات. در پاسخ به این سوال شما بگویم که یگانه علتی که معلمین عزیز ما رو وادار به این کرده که اعتصاب بکنن، فقر شدید اقتصادی هست که دامنگیر معلمین عزیز است. بالای 95% معلمین افغانستان به زیر خط فقر شدید اقتصادی قرار دارن و نمی فقر شدید اقتصادی هست که منجر به نارسایی ها در کیفیت معارف و همچنین در زندگی معلم میشه. وقتی که ما، شما اگر دقیق جستجو بکنیم، یک معلم وقتی که از یک معاش خوب برخوردار نباشه، معاش خیلی اندک و کم داشته باشه که نتونه مخارج زندگی یک معلم رو تامین بکنه، طبیعتاً معلم از نگاه ذهنی، از نگاه روانی و از نگاه دغدغه اقتصادی بسیار رنج میبره. اینه که وقتی که سر صنف میره نمیتونه که از نگاه ذهنی و روانی و روحی این مشکلات رو نادیده بگیره. اینه که روی درس معلم، تفکر معلم، طرز برخورد معلم، مسائل روحی و روانی معلم یک تاثیر بی نهایت به سزای داره. اینه که روی کیفیت تدریس معارف هم تاثیر گذار است. اجازه بدین سوال دیگر همچنان از شما پرسان بکنیم. در یکی دو روز گذشته با آغاز اعتصاب دقیقاً به گوش می رسید که این اعتصاب چند بار شکسته شده و یک تعداد معلمین رفتن سر صنف ها و به درسشان ادامه دادن. این تا کجا درست می تونه باشه؟ از آنجایی که اعتصاب حق هر شهروند افغانستان چی به شکل انفرادی و چی به شکل گروهی می باشه، معلمین عزیزم از این حق مدنی که قانون اساسی به معلمین داده استفاده کردن و اعتصاب کردن در روشنی به قانون اساسی افغانستان. در اعتصاب معلمین عزیز ما هیچ خلای قانونی وجود نداره. در روشنی به قانون مدنی و قانون اساسی افغانستان ما اعتصاب کردین، حق ما هست، اعتصاب ما هم به جای، چون ما حق خود مطالبه کردین، میخوایم که دولت بر ما معاش بده. خب از روز پنجشنبه 26/2/1398 هفته گذشته وقتی که ما اعتصاب کردیم، این اعتصاب در سر تا سر مکاتب ولایت هرات هست. کل مکاتب هرات به استثنای 3 الی 4 مکتب که او هم بخش اوناس هستن و از طرف معارف اعمال فشار شده بالیم، آمیرای مکاتب از اونو، آمیران مکاتب از اونو باز استادار اعمال فشار کردن، تعدید کردن، حتی توهین کردن برای از اونو تعدادی از آمیر صاحبا که معلمین رفتن سر سنفاخو. در اون جی هم ایت شکلی نیه که کاملا اعتصاب در اون مکاتب نباشه. تعدادی از معلمین هستن که شجاعن، مو جواب خود دادن، شیشتن و تعدادی از معلمین خب تحت مو بالاخره سیاست از اونو قرار گرفتن و رفتن به صنفای خود. تشکر. آقای راسب، تا کجا شما این اعتصاب در چنین وضع حال مملکت قابل توجیه میدانین و پیامدها و عواقب چنین حرکت‌های مخصوصا از آدرس معارف چی میتونه باشه به جامعه؟ خب به نام خداوند بزرگ و توانا، با سلام خدمت شما جناب استاد گرامی مشعل صاحب، بیننده های محترم تلویزیون چکات، از آن جایی که معارف هر کشور زیربنای امان جامعه را تشکیل میده، متاسفانه در کشور عزیز ما افغانستان توجهی که باید به معارف افغانستان از طرف مقامات زیرسلا طی 18 سال گرفته می شد نشد. به خاطر این خواسته که امروز معلمین عزیز یا گرامی دارن، اگر امروز اینا صدای خود بلند کردن، ما از سال 2013 همین خواسته معلمین یعنی در بخش معارف بجویش و تحقیقات داشتیم، برنامه های منظم و سیستماتیک دادخواهی را هم در سطح ولسوالی ها، هم در سطح خود مرکز شهر ولایت و حتی در سطح ملی با وزارتخانه های
کلیدی یعنی وزارت معارف داشتیم، با نماینده های خود رئیس جمهور داشتیم، با آقای نادر نادری مشاور ارشد از اینا ما نشستای در همین زمینه داشتیم و همچنین طرح‌ها و راهکارهایی که ما داشتیم در رابطه به معارف در تمام برنامه هایی که ما دسترسی داشتیم به مقامات زیسلا، مشاورین ریاست جمهوری، خود رئیس جمهور، ما اینا را برای از اونها ارائه کردیم که باید توجه خاص به معارف افغانستان داشته باشند، که ما میخواییم مشکلاتی که کلیدی بوده فراروی معارف کوتاه اگر بس برو از این داشته باشم، که بس خود کمبود تشکیل بوده که ما خواستیم که مکتب نباید تابع به تشکیل باشه، تشکیل باید تابع به مکتب باشه، زمان شاگرد به مکتبه، باید معلم باشه، کتاب باشه، صنف درسی باشه، تمام تجهیزات به دست رس از اینا قرار بگیره. بحث معلمین مسلکی بوده که باید معلمین مسلکی می بود. متاسفانه امروز کسایی که خود شاگرد مکتبه در مکاتب دوردست در قریجات دوردست اینا آموزش میدن که نمیتونه بگم کیفیت معرفت بلند میبره. بس پین بودن معاشات معلمین بوده که یکی از خواسته های برحق جامعه مدنی با مشوره ها و تحقیقاتی که ما انجام دادیم معلمین خواستن که معاشات از اینا باید بلند برده باشه که بارها شریک ساخته شده با مقامات زیسلا. به خاطر از اینکه وقتی ما میگیم زیربنای جامعه معارف افغانستان باید معلمی که در مکتب میره آموزش میده روح و روان عزیزه که آرام باشه، متاسفانه که با 7000 یا 5000 افغانی که برای معلم میدن روح و روان ازی آروم نیسته و از او 5 یا 7000 افغانی هم که میده، چون ما تحقیقات داشتیم در سطح مکاتب با معلمین مصاحبه ها داشتیم، یک معلم از 5 یا 5500 افغانی که در ماه برای ازی حکومت معاش داده 2500 افغانی را کرای رای خود داده، یا سچرخ گرفته کورماوار بیاره یا اینه که با موترهای لینی آماده. بس کمبود کتب بوده که حکومت نتونسته تا 18 سال کتب به دست از شاگردان قرار بده، بخصوص دوره های لیسه. بس کمبود مکاتب بوده که متاسفانه تا 18 سال توجه نکردن شاگردا و معلمین به زیر آفتاب سوزان اینا برای تعلیم و تربیه شاگردا گام های جدی و مثبتی را برداشتن، با وجودی که به معیشت زندگی اینا توجه نشده، برای سرپناه از اینا توجه نشده، معلمین قشری بوده که واقعا آسیب پذیر جامعه بوده و در پهلوی معلمین یگانه قشر دیگه که آسیب پذیر بودن نسبت به مسئله معیشت زندگی انمو سربازان و افسران دلیری بوده که اینا شب و روز مثل معلمین برای تامین امنیت جانفشانی کردن که حقوق و معیشت زندگی از اینا هم کمتر حکمت توجه کرده. 10000 یا 12000 بی یک سربازی که همیشه در خط اول مقدم جبهه بوده یا 15 یا 20000 که بی یک افسر دادن او جانفشانی کرده برای تامین امنیت، بیزی دو قش واقعا حکمت جفا کرده به معیشت زندگی از اینا، معاشات از اینا. تحسن یا اعتصابی که امروز گرفته حق مسلم معلمینه، به خاطر که این اعتصابی که امروز اینا قرار دادن قرار بود به تاریخ 17 عمل اگر من اشتباه نکنم این اعتصاب از طرف معلمین گرفته بشه، با نشست هایی که نماینده های معلمین در سطح ولایت با ریاست محترم معرف داشتن، با برد مشورتی معرف داشتن که نماینده های مردم یا جامعه مدنی اخشار مختلف بزنجی از اینا تقاضا شد که شما اعتصاب خورد در این تاریخ برا نندازیم، ما مشکلات و چالش هایی که شما داریم اینا رو با مرکز شریک میسازیم. سفر اخیری که خود وزیر معرف افغانستان دش وعده های داد که شما اعتصاب نکنیم، ما این موضوعات پیگیری میکنیم، متاسفانه حکومت در این زمینه کمکاری کرده و اعتصاب تحصن اعتراضاتی که صورت میگیره حق مدنی و حق مسلم هر شهرونده و معلمین هم چون امروز قشری هم که اینا واقعا تا 18 سال به حق از اینا جفا شده باید به معیشت زندگی از اینا در بخش افزودن معاشات از اینا، معاشات منطقوی از اینا، برای سرپناه از اینا، برای ترانسپورت از اینا توجه میکرد، متاسفانه توجه نکرده که این اعتصابی که امروز اینا انجام دادن باید تشکری بکنیم که چندین بار تقاضای که از اینا شد اینا لبیک گفتن، با برد مشورتی معرف که گفتن اعتصاب شما به تعویق بندازانیم ریاست محترم معرف بود اما چاره نشد که اعتصاب کردم. ما میخواییم که در رابطه به اعتصاب بگم اعتصابی که صورت گرفته بود یک مشکلی که اعتصاب داره امروز باید تمام ملت افغانستان، تمام ملت هرات به کنار از این معلمین استاد میشدن. چرا زیربنای جامعه معرف و آموزش
تکشیر میده. بعد تمام مکاتب ولایت هرات در وظایفی بسته می بود، چون زمان طفل به مکتب میره استاد نیست که اون درس بده. از دیگه مشکلاتی که فراروی شاگردان می آمد جلوگیری میکرد که باید شاگردا هم صدا میشد، در وظایف مکاتب بسدود میشد تا اینکه حکومت به معیشت و افسودی معاشات معلمین توجه خاص. تشکر. آقای مشعل، چندین بار هم در سال جاری و هم در سال گذشته وعده نویدهای داده شد برای معارف، برای معلمین در قسمت افزایش معاشات و امتیازاتشان، ولی چرا اجرا نشد؟ حتی خود رئیس جمهور گفته میشه که چندین بار تاکید کرده که معاش و امتیازات معلمین، توزیع نمرات زمین و غیره برای معلمین در نظر گرفته میشه. دلیلش چیست؟ تشکر. این در حد یک شعار بوده. ببینیم زمانی که خود ریاست جمهوری امریکا اینا کاندیداتورا میان بالاخره تبلیغات خور میکنن، میبینیم یک رئیس جمهور که ما او به عنوان کفر داریم، وقتی که به مردم خود یک وعده میده او رو تطبیق میکنه که ما بین امریکا و مکزیک ما دیوار میکنم، دیوارم کرد، گفت ما مردم قول دادم. اما متاسفانه یا بدبختانه کسانی که در افغانستان اینا خود به خود ریاست جمهوری کاندید میکنن و حتی برنده هم میشن، قولای بی نهایت سرخرمن برای کل اقشار جامعه میدن، اما متاسفانه به او به 1% هم به زو عمل نمیکنن به هیچ عنوان. ببینیم اینا وعده های سرخرمن بوده که برای معلمین عزیز ما دادن، به هیچ عنوان دولت وحدت ملی که فعلا در حال حاضر اونا هم در افغانستان حکومت میکنن، اینا به فکر معلم چی که به فکر اقشار ضعیف‌تر از معلم هم نبودن، به فکر جامعه به هیچ عنوان نبودن. اینا فقط تا به حال در بعضی از مسائل سیاسی اینا مشکل دارن، اینا تا به حال نتونستن مشکلات خود بین خود حل بسازن. این بمانه که مشکلات مردم افغانستان مد نظر بگیرن، بحث و غور بکنن و در قسمت حل مشکلات مردم اینا اقدام بکنن. این بمانه که معلم عزیز که او بالاخره میسوزه و میسازه، بچه معلم از بی‌آذوقگی در خانه سوی تغذیه میشه، زن معلم بچه معلم از بیپولی در خانه به خاطر یک مریضی کوچک بالاخره اوج میکنه تبدیل به مرگ از او میشه. اینها رو هیچ اینا مد نظر نمیگیرن. زمان اینا این احساس رو درک خواهند کرد که به 7 یا 8 هزار افغانی تنخواه معلم زندگی خود پیش ببرن. نکته دیگه که وجود داره با صحبتی که با چند تا از اولیای شاگردان صورت گرفته و با شهروندان، در واقع اونا میگن تعداد زیادی از معلمینی که از چینل ها و از مجاری غیر مشروع و در این حال میکانیزم های غیر اصولی وارد معارف شدن با رشوه و با پارتی و اینا هرگز حق اعتصاب ندارن، به خاطر که میگه پایین آمدن و تنزل کیفیت معارف خودش بیانگر چنین مسئله. اینا چطور ادعا میکنن که مثلا معاشات ما افزایش پیدا بکنه در حالی که معلم مسلکی نیست، داره حتی سوادش زیر سوال است؟ ببینیم نظریات هر کس قابل احترام هست. ما به عنوان یک معلم به نظر یک شاگرد صنف 4 خود هم احترام میگذارم و به نظر یک فرد 70 ساله هم احترام دارم. ایدئولوژی ها متفاوت است، طرز دید ها متفاوت است، زاویه های دید فرق میکنه. خب ما اگر واقع گرا باشیم، معلمینی که فعلا در سطح ولایت هرات در شهر تدریس میکنن همگی 16 پاسن، همگی مسلکی هن. اما من ایر میگمم وضاحت میدم که معلمینی که در داخل ولسوالی ها تدریس میکنن اما اونا از سواد صنف 12 هم برخوردار نیستن، منتها مجبوریت ها بوده که چون کسی به او اماکن دور نمیرفته، خب بالاخره مجبور شدن کسی که از صنف 12 فارغ بشه و نمو ویژگی ها یا بالاخره او چیار داشته باشه او به اونجی به عنوان معلم بگیرن. خب این خود از یک فکتوریه که امو کیفیت تدریسی معرف پایین میاره. تشکر. آقای راسب، وقت معرف فعلی افغانستان رو مقایسه میکنیم با دههای گذشته و معارف گذشته، معارف زمان حتی زمان مجاهدین یا معارف قبل از او زمان دکتر نجیب الله، دقیقا فاصله بسیار زیادی بین کیفیت وجود داره. یعنی با گذشت زمان به وضعی که سطح کیفیت تدریس و سطح کیفیت در کل آموزش و پرورش بالا بره، خیلی پایین آمده. ای چیزهایی است که ما نمیتونیم انکار بکنیم. دلیلش چی بوده؟ چی مشکلاتی وجود داشته که کیفیت تا این حد ضربه بزنه؟ خب پیشترم ما بحث کردم که
زیربنای هر جامعه معرف از او تشکیل میده، یعنی تعلیم و تربیه با کیفیت باید باشه. اگر ما امروز سنگاپور ببینیم، از حالت افغانستان 70 سال اینا تقریبا در جنگ و کشمکش قرار داشتن، خود ژاپن ببینیم، بعد از اینکه اینا از کشمکش ها و نزاها رایی پیدا کردن، یگانه مرجعی که اینا تمرکز کردن معرف از او کشورها بوده، هم سنگاپور و هم ژاپن، که امروز ببینیم اونا در کدام جایگاه قرار دارن در سطح اقتصادی و فرهنگی و علمی و سایر کشورها به کجای. و حکومت افغانستان هم بعد از سقوط حکومت طالبا، حال زمان طالبا که دیدیم دروازه های مکاتب بروی نیمه پیکر جامعه، یعنی دختران زنان افغانستان مسدود شد که اینا از نعمت سواد محروم نداشت، که اینجا هم دستای کشورهای بیگانه بود که نگذاشتن که حداقل سطح علم و دانش مردم افغانستان به خصوص قشر خواهرای ما اینا بلند برده بشه. و طی 18 سال بعد از سقوط حکومت طالبان، حکومت افغانستان، جامعه جهانی کمتر به معارف افغانستان توجه کردن، یعنی بودجه که برای معارف گرفته شده اصلا کفایت از این را نمی کرده، بودجه که برای ولایت هرات در ریاست معارف مد نظر گرفته بشه کافی نبوده، نتانسته که هم در عرصه کیفیت معارف، هم در عرصه از این که به معیشت معلمین توجه بکنه، شاگردار بزرگ تکنولوژی پیشرفته که امروز دنیا از او استفاده میکنه متاسفانه دسترسی نداشتن، به یک میز و چوکی دسترسی نداشتن، به یک فرش که حداقل روی از او بشینن و آموزش ببینم دسترسی نداشتن. وقتی یک شاگرد به مکتب میره روح و روان از این آرام نباشه، چی گونه میتونیم ما به کیفیت معرف توجه بکنیم؟ زمان معلم به معیشت زندگی و توجه صورت نگیره، سیستم و مکافات و مجازات در اداره وجود نداشته باشه، جنگ و خشونت و فقر و گرسنگی دامنگیر از اینا باشه، خب چی گونه ما توقع داشته باشیم که در این کشور کیفیت معرف بالا باشه؟ که متاسفانه اما همچنان در گذشته وقتی میبینیم ما از معارفی که صحبت میکنیم در سالهای گذشته، در دههای گذشته دقیقا همیشه جنگ بوده، اما کیفیت معارف به مراتب از امروز بالاتر بوده. من کسی هستم که حداقل در حوزه کاری خود 20 سال ما معارف سر و کار دارم، ما مؤسسه تربیه معلم داریم، دقیقا میتونم چشم دید خود بگم، یعنی ما معلمینی داریم که از معارف جذب میکنیم و 14 پاس فارغ میدیم، دقیقا سطح سواد زیر سوال است، یعنی این اکثریت معلمین با املا و انشا مشکل داره و این ما تجربه کردیم. چرا در گذشته هم جنگ بوده؟ اگر عامل جنگ بگیم، در افغانستان همیشه وضعیت ها خیلی بهتر از امروز نبوده، دلیل چیست؟ عدم تعهد چگونه میبینین؟ تلاش چگونه میبینین؟ خب ببینیم، در گذشته هم که شما بس کرده، من در سال 1368 از لیسه جامعه هیروی فارغ شدم، اگر مقایسه بکنیم این زمان با اون زمان تفاوت های بلندی وجود داره که کیفیت معرف در اون زمان هم تعلیم بود و هم تربیه بود، یعنی حال اگر تعلیم کمی وجود داره در پلوی از او تربیه وجود نداشته، با وجودی که امروز تمام مکاتب شاگردان با تکنولوژی معلوماتی دسترسی دارن که باید سطح کیفیت معرف نسبت به وقت که نه تکنولوژی بود، یعنی جهان به یک دهکده تبدیل نشده بود و امروز بحث جهانی شدن دسترسی به همه چیز هست، متاسفانه کیفیت این دوره با او دوره اگر مقایسه بکنیم کیفیت پایین بوده. در گذشته که بود، در زمان جنگ، در زمان دکتر نجیب شما بحث کردیم، معلم بر پلوی از این که معاش میگرفت کوپینی بر یزید داده میشد، یعنی تمام همو اجناسی که به یک ما ضرورت داشت، از برنج گرفته، روغن گرفته، یعنی چای و صابون و شکر و تا حتی گوگرد برای ازی، از طریق کوپین هایی که به دسترس از اینا قرار داده بود به دسترس از اینا قرار میده، یعنی توجه خاصی در او دوره به معارف افغانستان بود، یعنی هم بودجه های کافی به دسترس معارف قرار میدادن، هم بزی حالتی که امروز شاگردان به زیر آفتاب سوزان بیای در دشت یا داخل خیمه که حداقل یک خیمه به دسترس نداره، ما بزی وقت سراغ نداریم که کسی بیای با آفتاب سوزان آموزش ببینه یا آموزش بده، که خود ضعف حکومت بوده که هم جامعه جهانی و هم حکومت مرکزی افغانستان. چرا حکومت ما حکومت متمرکزیه؟ تمام سیستم از مرکز افغانستان مدیریت میشه،
رئیس معارف ولایت یا پرسنلی که در سطح ولایت ایراد، اینا صلاحیت از این برای از اینا واگذار نشده که اینا برای معیشت زندگی معلم توجه بکنند، اینا به معاشات معلمین افزایش بدن. حتی صلاحیت از این ندارم که یک مدیر مکتب تبدیل بکنم. حتی ما با برنامه های دادخواهی که داشتیم، رئیس معارف اجازه نداره یک پیاده یا یک نگهبانی که یک مکتب او بابیه او را تغییر و تبدیل بده بیا از سطح مرکزه. ما این سندیه که ما اخیراً رئیس جمهور به ولایت هرات به تاریخ 13/12/2018 زمانی آمدن پروژه راه لاجورد افتتاح میکردن، وزیر صاحب معارف با اونا بود، در پنج بخش بود که ما مشکلات شناسایی کردیم. معارف بود، صحت بود، زراعت بود، بحث زنان بود، بحث خود پانتون بود که امروز در ولایت هرات ما برای دکترا و ماستری اصلا هیچ چیزی نداریم، باید به خارج از کشور برم. میره کتپن هم به وزیر صاحب معارف شریک ساختم و هم برای صاحب جمهور که نماینده های نه از طریق اداری امور گفتنی رو میگیرن برای از اونا تسلیم کردیم. متاسفانه به معارف افغانستان توجه نشد. اگر توجه میشد باید بیشترین بودجه برای معارف افغانستان به دسترس معارف قرار داده می شود تا هم کیفیت معارف بلند می رفت و هم معیشت زندگی معلمین ارتقا پیدا می کرد. تشکر. استاد مشعل، واکنش رهبری وزارت معارف در مقابل این خواست ها چی بوده طی دو سه روزی که اعتصاب برای افتاده؟ من می خواهیم از اول یک اشاره خیلی کوتاه داشته باشم. ما به سه حمل وقتی که زنگ مکتب به صدا در میامد داخل تالار مولانا صدای عدالت خواهانی خور بلند کردیم. به دولت وقت هم دادیم تا هبدی عمل، که اگر دولت تا به هبدی عمل در قسمت افسودی معاشات معلمین که اقدام جدی نکنه، معلمین عزیز ما دست به اعتراضات مدنی که امود دادخواهی است میزنن. تا هبدی عمل اینا هیچ توجهی نکردن. ما از هبدی هم به اجده میخواستیم ما اعتصاب بکنیم، منتها نظر به خواسته بزرگان شهر هرات اونا به سر ما حق داشتن، ما را رهنمایی کردن که شما به می وقت و زمان اعتصاب نکنید. ما به گفتی از اونا لبه گفتیم، خواستی از اونا پذیرفتیم و بعد از اون مراحل اولیه دادخواهی خود شروع کردیم. چندین نشست با مقام ولایت، ریاست معارف و حتی وزیر معارف که به هرات آمد، ما هم این قطعنامه صادر کردیم، به دست هر سه شخصیت از اینا دادیم که این قطعنامه به سم رئیس جمهور برسانن، بگن که خواسته های معلمین هرات همی است و در او قطعنامه ما ضرب العجل هم تعیین کردیم. تا به 26/13/98 ما وقت دادیم به دولت مرکزی که اگر دولت تا به این تاریخ در قسمت افسودی معاشات معلمین اقدام جدی نکنه، معلمین به 26/13 اعتصاب میکنن. متاسفانه بگم یا بدبختانه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مسئولین امور که در مرکز قرار دارن، اینا گمان کردن معلمین خودی از اینا شوخی میکنن، یا ای که اصلا اینا توجه نمی کنن، گوش نمی کنن، هیچ گپ برکمی مردم چی بگفتن، چی مشکلاتی داره، تا چی حد حرف از اینا جدیه، به کرسی می نشینه و امثال هم. اینا اصلا در هیچ قسمت اینا اقدام جدی نکردن و ای بود که ما در 26/2/1398 که پنجشنبه گذشته بود ما اعتصاب کردیم و قبلا هم گفتم که اعتصاب ما در سر تا سر ولایت هرات در تمامی مکاتب ادامه داره به استثنای چندین مکتب. و یک چیز دیگر هم میخوایم که از طریق تلویزیون شما به خدمت بیننده بگم که ما در مقابل یک قدرت بزرگی قد علم کردیم. ولایت به یک نحوه میزنه که بالاخره اعتصاب بشکنانه. ریاست معارف بسیار امیت مستقیم دخیل دستایی که میزنن، روز تابمشم شایعه پراکنی دارن، دروغهایی میگن از طریق صفحات مجازی، ایانا امیت مستقیم نفر روان میکنن از خود ریاست معارف به مکاتب که اعتصاب شکسته. اما آنقدر اعتماد بین معلمین به وجود آماده که به مجرد کسی داخل مکتب میشه شایعه پراکنی میکنه، فورا به ما به تماس میشن، میگن چنین شخصی آمده شایعه پراکنی میکنه، دروغ میگه برای ما، که این قسمه میگم نهوش کنیم، برف نکنین، هر وقتی از مرجع ما برای شما ما گفتیم که اعتصاب رو بشکنانیم، شما بشکنانیم. و متاسفانه یا بدبختانه بگویم، من تعداد انگشت شمار یا تعداد نادری از آمر صاحبای مکاتب رو میگم، امکان داره که 99% آمر صاحبای مکاتب با ما هستن، چون خود از اونا معلمن، درد معلم درک میکنن، اما تعداد کمی از مدیر صاحبا انگشت شمار به اندازه یک دست، انگشتان یک دست، اینا مدیر صاحبایی هن که در قسمت شکستاندن اعتصاب معلمین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نکردن.
اینا آدمایی هستن که شناسایی شدن هستن، اینا ضد منافع معلمینن، چون اینا نیاز به تنخواه آمریت خواهم ندارن، از چینل های متفاوت در مکتب اینا پیدا کرد دارن. ای خوب نیه که من نام از اونار بگیرم که کی در این قسمت دخیله، خودم او اشخاصی که صدای مر میشنون میفهمن که کی آین که ای مداخله میکنن ضد منافع معلمان، میخوان که اتحاد و همبستگی معلم عزیز ما رو به هم بزنن. فعلا همی اتحاد و همبستگی معلمین که در ولایت هرات به وجود آمده ایر تاریخ نیاد میده و نیم در آینده به وجود خواهد آمد. اگر معلمین عزیز ما به این مرحله اگر تنیستن که حق خود از دولت بگیرن که خوب تا خوب، و اگر نتوانستن خشت از خرن خزید، دیگه هیچ وقت دولت به صدای معلم گوش نخواهد داد. حتی مدیریت امی برنامه ریزی اعتصاب آنقدر قوی بوده که ما 13 ولایت هم همزمان با ما اعتصاب کرده، ولایت غور، دایکندی، بامیان، پکتیا، تخار، ننگرهار و فعلا ولایت که من حضور ذهن ندارم خدمت مبارک شما بیان بکنم، این ولایت همگی با ما هم صدا بودن. امروز در حال حاضر هم اونا اعتصاب جریان داره. ولایت غور 100% مکاتب از او خود از مجموعه ولایت افغانستان، ولایت 34 گانه چند ولایت باشه؟ تا دی روز که ما به جریان بودم 13 ولایت اعتصاب کرده بودن و روزانه به تعداد از این ولایت اعتصاب کننده اضافه میشه، و ما امیدوار هستیم که دولت یک توجه جدی روی این مسئله بکنه که این مسئله شوخی وردار نیست. هر روز که دولت کمکاری بکنه و این مسئله به کاهلی سپری بکنه، تعداد اعتصاب کننده ها زیاد خواهد شد، و اینجیه که باز دولت اگر بتانه که به یک طرح مقدور طرح معاشات معلمین بتانه به قانع بسازه، وقتی که ولایت همگی همگانی شد، این مجبوره که یک طرح گسترده تر روی دست بگیره. ببینیم، من یک موضوع دیگر هم میخوایم بگم. دولت مداران ما یا اینا خیلی هوشیارن میفهمن، یا ای که اینا هیچی نمیفهمن. ببینیم، ما برخواستیم گفتیم که ما به 7000 افغانی یا 8000 افغانی ما نمیتونیم مخارج زندگی خور تامین بکنیم. ما معاش میخواهیم، ما مساعدت مالی نمیخواهیم، ما خیرات نمیخواهیم، ما معاش میخواهیم. معاش یک تعریف قانونی و حقوقی داره. آن مبلغ درآمدی که بتانه مخارج زندگی یک شخص را به شکل به نحو عفن از او تامین بکنه، او رو میگن معاش. این 7 الی 8 هزار افغانی که دولت برای معلم میده، باور کنه که 50% مخارج زندگی از اینم تامین نمیکنه. ما فقط گفتیم معاش میخواهیم تحت چوکات قانونی و حقوقی از او که تعریف شده. دولت، وزارت معارف یک طرح پیشنهاد کرده به رئیس جمهور، یک طرحی که واقعا ما رو تمسخر کرده. چکار کرده؟ 500 افغانی برای 12 پاسها ازدیاد کرده به معاش از اینا، او هم به اصل معاش نه، برای از اینا امتیاز داده، و 1000 افغانی هم برای 14 پاسها به معاش از اینا ازدیاد کرده، و برای معلمینی که خانه های از اینا از مکاتب از اینا بی نهایت دوره، این معاش منطقوی مد نظر گرفته، امتیاز منطقوی ببخشین که ایر به نام ترانسپورتشن یا همون کرایه را ما میگیم، روزی 80 افغانی. مثلا یک فرد به ایراد زندگی میکنه، به ولسوالی کروخ یا به ولسوالی ادرسکن وظیفه انجام میده، 80 افغانی روزانه برای ازی میده، که ما اگر نگاه بکنیم شاید در حدود 5 الی 10% نهایتی و معلمین هرات از این امر استفاده میکنن، و دیگرا به هیچ عنوان شامل از این طرح 80 افغانی از اینا نمیشن. ما به جواب از اینا در خود صفحات مجازی نوشته کردیم که معلم خیرات نمیخواه. اگر معلم نتونه که مخارج زندگی خور به 7000 افغانی تامین بکنه، به 7500 هم نمیتونه. اگر معلم نتونه به 8000 افغانی مخارج زندگی خور تامین بکنه، به 8500 و 9000 هم نمیتونه. ما میخواهیم که در چوکات معاشات یک توازن به وجود بیایه در کل افغانستان. شما این سقف، این سرحد مشخص کردین که چه مقدار اگر دولت بتونه، اگر این قابل اجرا باشه، چه مقدار معاش باید افزایش پیدا کنه؟ طرحی که دولت امی سال جاری برای وزارت مالی مد نظر گرفته، این طرح خوبیه، تا حد طرح خوبیه و مورد قبول همگی کارمندان دولتی هم هست. اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک توجه خاصی روی از این طرح بکنه و این طرح را همگانی بسازه، معارف را هم به شمول از این طرح در بیارن، این خیلی گپ خوبی بود و معلمین عزیز ما هم خیلی از این آیه خوشحال خواهند شد. که واقعا به مو خب بالاخره 100% معاشات افزایش پیدا میکنه. ولی وقتی که معلم میگیره 8000 افغانی، به او زمان میگیره 16000 افغانی، 100% معاشات بالا میره، و خود دولت هم میفهمه که اینا مساعدت مالی میکنن، معاش نیه که میده برای کارمند دولت. ببینیم بی توجهی ها چقدر وجود داره به این کشور. زمانی که من معلم مقرر شدم، دلار بود به 37 افغانی، یک بوجی برنج 900 یا 1100
عالی ترین برنجر میدادن. یک قطعه روغن بوده 800، باور کنیم ما خودم یاد میدم 800 افغانی. حال برای ما میداد 7000 افغانی. حال شده دلار به 80 افغانی. یک بوجی برنج الان رسیده 2500 افغانی. یک کارتن روغن هم شده 2000 افغانی. باز هم همون معاشر برای ما میدن. در صورتی که بودجه ملی افغانستان به دلار محاسبه میشه، وقتی که به دلار محاسبه میشه باید همون دلاری که قبلا شما مد نظر گرفته بودیم، حالا که میگرفتیم دیگه، همون معاشر به اساس همون دلار برای ما میدادن. مثلا اون وقت برای ما میدادی 7500، حال دلار رسیده به 80 میدادی بین 15 الی 16000 افغانی. اینجیه که ناعدالتی ها، نابرابری ها در دولت وجود داره. تعداد انگشت شمار در حدود 500 الی 600 نفر در افغانستان 35 میلیون نفر به گروگان گرفتن. دولت مافیایی، دولت انحصاری باعث ازی شده که توازن اجتماعی به هم بخوره. اینجایی که انمی وقتی که توازن در یک کشور عدالت وجود نداشت، سر و صداهای اقشار مختلف جامعه بلند میشه به خاطر اعاده حقوقشان. من یک چیز دیگر هم خدمت شما میگم. سطح کیفی معارف افغانستان نسبت به گذشته خیلی پایین آمده. از زمان دکتر صاحب نجیب الله که اونا بالاخره دولت رو واگذار کردن به مجاهدین و بعد از اون تا به حد در وقت مجاهدین هم خوب بود امر آموزش و پرورش. چرا؟ به خاطر که سیستم مکافات و مجازات در معارف وجود داشت. در حال حاضر از طرف وزارت مکتوب میای که به 43 روز اگه معلوم میشه، با مکتوب میای که به 85 روز اگه به مکتب نبوده شامل زیری بس شامل امتحان بسازه. خب وقتی که از 180 روز تعلیمی یک شاگرد 85 روز به مکتب نباشه، او چی میخواد یاد بگیره؟ خب بالاخره راهکارهای جور کردن که کیفیت معارف را از طریق از این راهکارها پایین بیارن. یک مسئله دیگر هم، کل مردم افغانستان این متوجه باشند که طرحهای استراتژیک افغانستان توسط دولت مداران افغانستان طرح نمیشه. پشت پرده تمامی پالیسی ها، تمامی طرحها خارجی ها میدن. دشمنان افغانستان و کسانی که در افغانستان حضور دارن، اینها نمیخواین به هیچ نحوی از آنها کیفیت معارف افغانستان بالا بره و مردم افغانستان به بلوغ فکری برسن. اگر مردم افغانستان کیفیت معارف بالا بره، خب میفهمن که ضربنای هر کشور معارف از او تشکیل میده. زمانی که کیفیت معارف بالا رفت، مردم همگی به بلوغ فکری میرسن، همگی به این میفهمن که بالاخره ما چی قسم زندگی خود ادامه بدیم که به دگه نیاز به کشورهای خارجی، بودجه خارجی و هم نداشته باشین و بتونیم ما خود ما کشور خود تامین بکنیم، هم از نگاه امنیتی، هم از نگاه اقتصادی و غیره و ذلک. با آلمان دکترها تظاهرات کردن. گفتن که معاش ما کمه. با آلمان بیشترین معاش معلم میگیره. دولت آلمان وردش به دکتر سایبا گفت که دکتر سایبای محترم، شما از ما این توقع رو نداشته باشین که ما معاش شما رو به اندازه معلمین بکنیم، چون همون معلمین بودن که شما رو اینجی دکتر ساختن. در قسمت سیستم مکافات و مجازات معارف هم به شما بگم، ما در معارف فعلی سیستم مکافات و مجازات هیچ وجود نداره. یک معلم اگر میای تحت معیارهای بین المللی معلمی میکنه، هیچ تفاوتی با یک معلمی که اصلا او تحت معیارها بین المللی چی در تحت معیارهای محلی هم تدریس نمیکنه وجود نداره. این جیه که رقابتی وجود نداره، رقابت سالمه که یک معلم با یک معلم دیگه رقابت سالم داشته باشه که من بتونم سال آینده یک تقدیرنامه درجه یک بگیرم. تقدیرنامه در سالهای گذشته برای معلمین داده میشد، یک تقدیرنامه درجه یک درجه دو معاش از اون بالا میرفت، اما این سیستم وجود نداره. این جیه که رقابت‌های سالم هم در معارف ما وجود نداره، اینه که باعث که کاهش کیفیت معارف. تشکر آقای راسب. در حال حاضر خب اگر نماینده از وزارت مالیه و یا حداقل از وزارت معارف می بود بهتر میتونست که توضیحات بده. آیا برای دولت فعلی ما در شرایط امروزی این مقدور هست که تمام معارف سراسر کشور معاشات بالا ببره؟ آیا بودجه ملی چون چیزی تقاضا میکنه؟ ببینیم بودجه های زیادی که اگر چون بیشترین پرسنل در چوکات معارف ایفای وظیفه میکنه و همین که بیشترین اقشار جامعه یعنی دولت در بخش معارفه که ما در هرات حدود 1 میلیون شاگرد داریم، حدود 30000 معلمی نداریم و با پرسنل اداری معارف، اگر حکومت در کنفرانس هایی که در سطح بین المللی شرکت کرده بود، مثلا کنفرانس بون، کنفرانس بروکسل،
پیشنهاد میداد که باید به معارف افغانستان توجه بگیره، بودجه های در این زمینه باید کشورهای بیرونی به معارف افغانستان کمک کنند میشد. متاسفانه که تمام مسائل روی مسائل نظامی بس شده بود یا در بس اقتصادی صورت گرفته بود. شما ببینیم امروز از کردیت کارتی که ما استفاده میکنم، با وجودی که من معاشی که میگیرم مالی از او رو به حکومت پرداخت میکنم و از 100 افغانی که ما به کردیت اضافه میکنم 10 افغانی رو از این حکومت میگیره. چی گفته میگیره؟ چرا میگیره؟ وی رو به کجا مصرف میکنه؟ این یک راهی بود که ما پیشنهاد دادیم که بعد این پولی که از کردیت مردم گرفته میشه افسود بشه به معارف افغانستان که زیربنای جامعه را تشکیل میده. مشاورینی که امروز بزرگوارا در سطح مرکز دارم چقدر معاش میگیره اینا؟ چقدر مشاور دارم اینا؟ و این مشاورین برای آسایش، برای رفاه، برای بهبود امنیت، برای توسعه اقتصادی، برای رشد اقتصادی کدام طرحا را برای از این بزرگوارا هم در سطح ریاست جمهوری هم در سطح ریاست اجرایی به همین حکومت ارائه کردن که مردم از این حالت نجات پیدا کنه؟ پس به کشوری که امروز فقر دامنگیر جامعه نیاز به مشاورین اینه که ما 300 400 500 مشاور ماهاش بدیم، او هم نظر به مسئولیت های قومی و سمتی و لسانی و مذهبی و نژادی که اگه پول از اونا را امروز به معارف میدادن میشد یک درد معارف یا معلمین دوا بکنه. وکلای ما در پارلمان افغانستان واقعا اینا جفا کردن به معارف افغانستان، چون بودجه افغانستان اینا تصویب میکردن. اینا به هسته اساسی که معارف افغانستانه یا زراعت افغانستان توجه نکردن. بس از اینا مسائل کشمکش های سیاسی و رسیدن به قدرت بوده. اخیرا ما و شما شاهد هستیم که این پارلمان جدیدی که ولسی جرگه جدیدی که افتتاح شد این چی جایگاه در جهان از مردم افغانستان گذاشت. اینا واقعا اگر تصمیم گیری میکردن که توجه به معارف افغانستان میکردن، به زربنای افغانستان میکردن، حکومت از این حالت بیرون میشد، معارف از این حالت بیرون میشد، زراعت از این حالت بیرون میشد. در کدام عرصه مشکل نیسته؟ از 2015 ما دادخواهی میکنیم که یک سردخانه به ولایت هرات ایجاد بشه. متاسفانه تعداد از او گذاشته شده، چند ساله که توجه نمیکنن. تمام مسائل بودجه هایی که میایه روی مسائل سیاسی مصرف میشه، بحث انتخابات مصرف میشه. بیان دمی انتخاباتی هم که برگزار میشه 400 میلیون به انتخابات افغانستان مصرف شد یا اضافه یا کمتر از او، انتخابات قابل مورد قبول قرار نگرفت، باز حکومت وحدت ملی رو تشکیل دادم. کسی از اینا پرسان نکرد که 400 500 میلیون پولی که به ملت افغانستان کمک شده بود که باید انتخابات شفاف میداشتیم، انتخابات شفاف برگزار کرده نتونستیم، چرا پاسخگو نیستیم؟ معارف که امروز زیربنای از اینو اگر در سایر کشورها 4 مکتب بسته بشه، اساتید از او اعتصاب بکنم، رئیس جمهور از او کشور استعفا میده، صدر اعظم از او کشور استعفا میده. متاسفانه اینجا کسی به فکر ملت و معلم و اینها نیسته. چرا؟ کسایی که امروز در رأس حکومت کار میکنن همون کشمکش‌های سیاسی بین از اینو وجود داره، مسئولیت‌های سیاسی وجود داشته. توجه ما پیشتر گفتم به دو قشر جامعه که معلمین و کسایی که امروز واقعا از تمامیت ارضی از این کشور همون نیروهای امنیتی دفاع میکنن، حمایت میکنن، شب و روز قربانی میدن. متاسفانه میبینیم مادر یک سرباز شهید با 4 طفل از او دست به گدایی به داخل شهر میزنه. آیا به سایر کشورام توجه داریم؟ دیدیم شما که یک افسر که میره جانفشانی میکنه، یک سرباز خور قربانی وطن و مردم خو میکنه، باز خانواده از او دست به گدایی بزنن؟ دسترسی به معارف نداشته باشن، دسترسی به صحت نداشته باشن؟ خوب نکردم دیگه. اگر میکردن که افغانستان از این حالت نجات پیدا میکرد. ما بازم میگم که ضعف خود حکومت مرکزی افغانستان بوده، چون وزارت معارف همیشه سیاسی بوده، پستی که تعیین شده اونجا سیاسی برخورد شده، سلیقه‌ای بوده، اکثریت پستا به سلیقه‌ای و مسئولیت اندیشی و مسائل سمتی و قومی و لسانی و مذهبی و نژادی تعیین بس شده که نتونسته. حتی معلمین پشت سر یک معلم سعی میکنی باز یک وکیل پارلمان استادی گروه به یک مکتب تعیین میکنی که بعد همونجا باشه. ایوازی که بیان به معیشت زندگی معلم توجه بکنم، ایوازی که کتاب به دسترس شاگردان قرار بدم، ایواز از این که مکاتب رو بگم ایمار بکنیم، متاسفانه به یک اندک چیز های همین اخیرن که وزیر معارف به ولایت هرات آماده بود. من تاسف میخورم با حال از این ملت هرات. یک عریضی رو بیرون میکنه به وزیر معارف میده که تو الله نمی دخترم
از ولسوالی معلم معقول زمه شده ولسوالی چشت تویر تبدیل بکن به مرکز شهر. هرات که امروز حرف اول میزنه هم از نگاه اقتصادی، پولایی که امروز بیایم شما پیشتر گفتیم از کدام را میشه، واقعا همین مصارف ترافیک ولایت هرات که امروز داره اگه با معارف هرات کمک بکنم دیگه هیچ نیازی نیست از مرکز افغانستان با معارف کمک بشه. چقدر درآمد داره ترافیک هرات، چقدر درآمد داره گمرک هرات؟ متاسفانه پولا هم میره هم به کم به مسائل انتخابات یا بحث انتخابات یا به راه های مصرف میشه که اصلا نیازی نیست. تشکر استاد مشعل. آیست آیست به آخر برنامه نزدیک میشیم، شما این اعتصاب تا چه زمان ادامه میدین و آیا فکر نمیکنین که خب عواقب از این ممکن است که خیلی مخرب باشه و صدمه بزرگی به درس و تعلیم خانواده ها و اطفالشان بزنه؟ خب من در قدم اول به شما میگم، معلم در قدم اول یک کاری نمیکنه، در قدم دوم بازم عملی انجام نمیده، در قدم سوم اگر معلم اقدامی بکنه قدمی برداره ایر به یقین کامل بفهمیم که معلم قشری نیه که قدمی برداره که به نقص جامعه باشه. معلم قدم از او بی نهایت مدبرانه، سنجیده، متفکرانه. ما وقتی که نمی پروسه دادخواهی خود ما شروع کردیم، ما در قدم اول رفتیم و می کل جریان رو پیش چند تا از علما و روحانیون، پیش چند نفر از اینا رفتیم که نظرات یکی در غیاب یکی دیگه، یکی در غیاب یکی دیگه بده که ما آیا ما اگر اعتصاب بکنیم ظلم و جفای در قسمت اولاد از کشور نخواهد شد. ما پیش علما و روحانیون رفتیم، گفتیم که شما به عنوان علمای دین از نگاه دینی امی موضوع یک تحلیلی بکنیم ببینیم که اگر ما اعتصاب بکنیم به نقص جامعه یا به نفع جامعه. اکثریت علما آنن برای ما جواب دادن که هیچ مشکلی نداره، شما به حقیم. و بعضی از علما بعد از تفکر چندین ساعت یا چندین روز برای ما تماس گرفتن که این گپ به شما به حقه، چیزی که ما تحلیل کردیم هیچ مشکلی نداره. و تحلیلی هم که اونا کرده بودن، دلیلی که اونا داشتن، گفتن از اینکه یک معلم با رویه بی نهایت ناآرام و با یک فکر خراب بره سر صنف نفهمه که برای شاگرد چی میگه و شاگردم نفهمه که استاد چی میگه، ای خیلی بهتر اینه که یک شاگرد یک ماه حتی یک سال درس نخونه و بعد از او عمر سالیان طولانی هم معلم با فکر آرام بره به شاگرد دست بده، هم معلم بفهمه که چی میگه و هم شاگرد یاد بگیره یک چیزی، اینه که سطح کیفیت تدریس بالا میره. اونا برای ما فدوا دادن که هیچ مشکلی نداره این کار شما، این یعنی عواقب منفی در جامعه و بار نداره. این بعد از ما بود که ما منفی کردیم. در قسمت سوال بعدی شما گفتیم که اعتصاب شما تا چی زمان ادامه داره. اعتصاب ما نامعدود است. اعتصاب ما ختم از او برمیگرده به عملکرد دولت. تا زمانی که در قسمت افسودی معاشات از طرف مرکز کدام اقدام جدی رسما صورت نگیره، معلمین دست از اعتصاب نمیکشن. اینا تا او زمان اعتصاب خود ادامه میده. و من یک پیام دارم از تمامی مردم شرافتمند ولایت هرات. من از مردم عزیز خواهش میکنم که در کنار معلم باشن، قسمی که امروز شورای شهر هرات هم اونا بالاخره اعلام ازی کردن که ما از معلمین عزیز خود ما حمایت میکنیم در قسمت پروسی اعتصاب از اینا و اینا به حقن. و من از مردم عزیزم این تقاضار دارم که با معلمین باشن. اگر معلم خاطر آسود با یک خاطره آسوده با یک فکر آرام بیاید فرزندان شما را درس بده، آینده اولادای شما تضمینه، کیفیت معارف، کیفیت اقتصادی، کیفیت فرهنگی، کیفیت سیاسی افغانستان می باشه. و یک پیام دیگه هم به انمو کسانی که در این قسمت در روند اعتصاب ما اخلال میکنن، ما از اونا برادرانه خواهش میکنم که فریب عوام فریبان را نخورن، فریب او کسانی که ضد منافع معلمین، ضد منافع معارفن و نمیخواین که معارف رشد و ترقی بکنه، فریب از اونا را نخورن، دیگه اخلال در روند اعتصاب معلمین عزیز نکنن. ایر ما از اونا یک خواهش میکنم به عنوان یک برادر که دگه خواهشانه معلم را به زور به صنف روان نکنن که ای خود از این نقص قانون اساسیه.
در ماده 22 و 34 و 36 قانون اساسی افغانستان به صراحت داره که اعتراضات مدنی، اعتصابات، تظاهرات حق مدنی هر شهرونده. از روی از این ماده های قانون، قانون اعتصابات رو جور کردن. اینا یک مرتبه برن قانون اعتصابات رو مطالعه بکنن، این کار از اینا خلاف قانونه. اگر اینا معلم رو به زور روان میکنن به صنف که تو اعتصاب رو بشکن، اینا در مقابل قانون قرار گرفتن. تخطی از قانون جرمه و می کسانی که این کار رو میکنن اگر ما سند موثقی به دست بیاریم یا صوتی باشه یا بالاخره کسی باشه که شهادت بده، ما واقعا اقدام جدی میکنیم در مقابل از اینا، با نهادهای عدلی و قضایی رو به جریان میگذاریم که اونا از طریق قانون با اینا وارد عمل بشه. تشکر. در کمتر از یک دقیقه آقای راسب اگر بگین که از آدرس جامعه مدنی شما چگونه میبینین، یعنی شما حمایت میکنین از جریان اعتصاب در هرات؟ ما همونطور که گفتیم در مجموع یعنی جریان های مدنی، ما از این که گفتیم از سال 2013 برنامه های دادخیر داریم که باید به معاشات معلمین افزوده بشه، به معیشت زندگی از اینا توجه بشه، هم در سطح محلی هم در سطح ملی، که متاسفانه من پیشتر گفتم افزودی معاشات معلمین از توان ریاست معارف ولایت هرات نیسته، از توان وزیر معارف نیسته، ای باید خود رئیس جمهور، پارلمان افغانستان، وزارت مالیه، وزارت های که در همین زمینه زی دخل اینا باید توجه بکنن. ما میخواییم که باید به معیشت زندگی معلمین توجه بشه و امروز اعتراض و تحصن و اعتصاب مطابق به قوانین نافذه در کشور حق مسلم هر شهرونده و معلمین هم قشر معروم از این جامعه هم که بعد از 17 سال اینا میخواهم اعاده حقوق بکنن. ما به کنار از اینا استادیم، حمایت میکنیم از اینا، مردم هرات از اینا حمایت میکنه، حمایت کرده. و بیشتر شما بحث کردیم که کدام منابع میتونه حکومت داشته باشه. ببینیم امروز حکومت نتونسته حاکمیت درست قانون داشته باشه، تمام معادن و منابع افغانستان به تاراج رفته، طلای افغانستان قچاق میشه، لاجورد افغانستان قچاق میشه، غیر مسئولانه اینا به خارج فرستاده میشه، اینا کشیده میشه، اینا فقط به دست مافیای حکومت باید جلو از اونا رو بگیره و اگر گرفت باز میتونه ایره به معارف افغانستان، به معلمین، به معیشت زندگی از اینا، به معاشات از اینا افزایش بده. سپاس و امتنان از حضور شما در برنامه. استاد محمد صابر مشعل، نماینده جریان تحصن و اعتصاب معلمین در ولایت هرات، و همچنان غلام فاروق راسب، فعال جامعه مدنی در ولایت هرات. و تشکر ویژه از شما تماشاگران عزیز القدر برنامه سیاسی اجتماعی بزنگاه. امیدوارم داشته های این برنامه طرف توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. با امید صلح سراسری و عدالت اجتماعی در سراسر افغانستان شما را به الله متعال می‌سپاریم. الله حافظ و ناصر.